21 بهمن ماه 1401 خورشیدی و 10 فوریه 2023 میلادی. امشب در آستانه 45مین سال تأسیس جمهوری اسلامی به نقش دین و دینداری در تحولات انقلابی در ایران میپردازیم. پرده آخرام خواهیم داشت آخر برنامه. انقلاب بر اثر نارضایتی اکثریت جامعه از کل نظام حاکم به وجود میاد. عواملی هستند که بدون اونا انقلاب به نتیجه نمیرسه، از جمله رهبری، تبلیغات، سازماندهی، تشکیلات، پشتیبانی مالی و بین المللی و عوامل دیگه. همه این عوامل به نوعی با خمیرمایه مذهب شیعه در ایران سال 57 آمیخته بود. تبلیغات با استفاده از مساجد و هیئت‌های عزاداری و روزه‌خونی، سازماندهی و تشکیلات با استفاده از شبکه مساجد و مراجع تقلید و بازار، به ویژه پشتیبانی مالی، سهم امام و خمس به مراجع و مشخصاً نماینده‌های خمینی که بیش از همه بازاری‌ها بهشون می‌دادن، پشتیبانی بین‌المللی، حمایت غرب از آخوندها به دلیل ترجیح دادن یک حکومت مذهبی در برابر خطر کمونیسم در جریان جنگ سرد بین دو اردوگاه شرق و غرب، اینها عواملی بودند که اگر نبود بی‌تردید خمینی هم بر قدرت نمی‌نشست و جمهوری اسلامی تأسیس نمی‌شد. همین امروز هم این چیزها لازمه. باری اما چرا چنین شد و امروز در چه وضعی است؟ ببینید، داریم از یک جامعه مذهبی و سنتی صحبت میکنیم. تفکر و تعقل کار سختی است در فرهنگ دینی. بعضی بعضیا اصلا فرهنگ دینی خود به خود مانع تفکر انسان میشه. ایمان در برابر عقل. همین هفته گذشته چند تا از دوستا و اطرافیا و آشناها و ناآشناهاتون که حالا تو فضای مجازی مثلا شما رو فالو میکنن، دنبال میکنن، که مخالف جمهوری اسلامی هم هستن، براتون تبریک روز پدر فرستادن بدون اینکه به منبع و مرجع نامگذاری این روز در تقویم فکر کنن. تقویم جمهوری اسلامی، روز پدر تو تقویم جمهوری اسلامی روز تولد امام اول شیعیان علی، روز مادرم گذاشتن روز تولد فاطمه همسر علی و دختر پیامبر اسلام. یعنی تقویم ایران، ولی ایرانی‌ها اینو جشن میگیرن دیگه، روز پدر روز مادر هدیه میدن تبریک میگن. تقویم ایران ولی با تقویم جمهوری اسلامی یک تفاوت ماهوی داره. طبق تقویم جمهوری اسلامی اول اسلام شیعه است، بعد ایرانه. سرزمین یا کشور ایران وسیله است برای حکمرانی روحانیت شیعه که میگه وظیفه من اتصال خلق به خالق، من واسطه مردم با دین خدام. میتونست توی کشور دیگه هم اتفاق بیفته، تو ایران اتفاق افتاد. من مرجع تقلید مردمم که از روی رساله عملیه من، توضیح المسائل من باید زندگی کنن مردم. تو همه چیزم نظر دارم، از تخم مرغ خوندار که باید انداختش دور یا فقط نقطه خونش رو انداخت دور، این اختلاف است بین علما، گرفته تا چگونگی مستراح رفتن تا بزرگترین معاملات اقتصادی و چگونگی حساب سود و زیان و خمس و زکاتش تا چگونگی حکومت کردن، و اگه خلاف نظر من عمل بشه مستحق جزاست، هم تو این دنیا و هم تو اون دنیا. تو این دنیا که خودم جزاشو میدم، خودم حکومت دارم میکنم، جزاشو میدم. سیاست، قانون، دین، مثلا همه چیز از خودم. اون دنیا هم خدا جزاشو میده. من کیم؟ یک شخصیت کاریزماتیک که بیش از هر چیزی اعتقاد مردم به دین و واسطه های مقدسش، یعنی آخوند، این ویژگی رو برای من جور کرده. شخصیت بانفوذ، مقتدر، اتوریتر و قابل پذیرش و مقدس برای همه. نتیجه حکومت دینی فقط نفی عقلانیت، حقوق بشر، رأی برابر مردم و اینا نیست، و اعمال تحمیل باید نبایدهای شرعی در زندگی اجتماعی و فردی آحاد جامعه.
لطمه هایی که به زیر ساخت های کشور میزنه این حکومت دینی، چون تقدم براش سرزمین، مردم و اون مادیت وجود نیست، لطمه هایی که میزنه به زیر ساخت های کشور تا مدت ها بعد از عبور از همین نظام مقدس جمهوری اسلامی هم ماندنی خواهد بود. یکی دو تا نمونه عرض میکنم مقدمتا تا بعد بریم سر بحث اصلیمون. ببینید بودجه حوزه های علمیه رو مقایسه کنیم با مثلا سازمان محیط زیست کشور، با این فجایع محیط زیستی که در ایران تا حالا اتفاق افتاد مقایسه کنیم. محیط زیست نصف حوزه های علمیه بودجه میگیره. تازه آخوندای حوزه به اسم خمس و سهم امام و غیره ثروت کلانی از مردم ساده دل ساده لو دریافتی دارن از مقلداشون. یا همین زلزله خوی و زلزله های و فاجعه هایی که زلزله ترکیه و سوریه به وجود آورد با ثابت کرد که نقش یک سازمان صلیب سرخ یا هلال احمر قدرتمند از هر نظر، بودجه، نفرات، تجهیزات، چقدر در نجات جان و زندگی مردم مهم و تعیین کننده است. تو ایران بودجه حوزه های علمیه 1.5 برابر بودجه هلال احمر کشوره. این حوزه های علمیه چه گلی به سر کشور و مردم ایران میزنن که باید توجه به زیر ساخت های کشور به این حوزه ها معطوف بشه؟ حکومت دین واسطه های دین رو در اولویت میذاره، چون اگه این واسطه ها یعنی آخوندها نباشن دینی هم نخواهد بود. نخواهد بود. کی میتونه بگه که اگر آخوند شیعه نباشه مذهب شیعه خواهد ماند؟ به ویژه در لایه های جامعه ریشه می اهل تسنن همینجور. مولوی ها اگر نباشن، رهبران مذهبی اگر نباشن، چقدر نسل های جدید به مذهبشون، به دینشون توجه میکنن؟ تو مسیحیت هم همینجوره، تو یهودیت هم همینجوره. حالا اینو من فقط برای متوجه کردن ذهنمون به ابعاد فاجعه حاکم شدن روحانیت بر یک کشور عرض کردم. آقای علی زمانیان در خبر آنلاین نوشته است تا انقلاب 57 مردم به اختیار و انتخاب از دین پیروی می کردند و یا بیان که احکام و فرامین دینی را نظر آرند و طرد کنند، گاهی در عمل به آن پایبند نبودند. به سخن دیگر جامعه در صحنه زندگی خیش احکام دینی را مزاحم تلقی نمی کرد، یا مشتاقانه از آن متابعت می نمود و یا محترمانه از کنارش می گذشت. شهروندان برای زیستنشان احساس نمی کردند که باید با احکام دینی به نحو جدی روبرو شوند و با آن کلنجار بروند و یا تسویه حساب کنند. همسایگانی بودند که میانشان جنگ و ستیز برقرار نبود. متدینان به دینشان عمل می کردند و غیر متدینان هم بر شیوه خیش گام می زدند. انقلاب 57 و تسلط دین سیاسی و ایدئولوژیک توان سنتی میان دین و زندگی را ببخشید توازن سنتی میان دین و زندگی را برهم زد. پس از برقرار شدن نظام سیاسی که مدعی دینی بودند داشت، احکام فقهی لباس قدرت، قانون و اجبار حکومتی پوشید. از این زمان بود که عمل به احکام دینی نه از سر انتخاب و اراده آزاد که اجبار قانونی و الزام حکومتی شد. همزیستی مسالمت آمیز تاریخی میان ساکنان تاریخ و دین از میان رفت و به تدریج رویه و سویه نزاع و پیکار آشکار شد و به یک نتیجه قابل پیشبینی منجر شد و آن تبدیل شدن مسائل و مباحث نظری دین و احکام فقهی به مسئله اجتماعی بود. وقتی از مسئله اجتماعی سخن به میان می آید، منظور آن است که چیزی توجه آحاد مردم را به خود فرا خوانده است، مشکلی که باید مورد تأمل و توجه قرار گیرد و حل و فصل شود. این مطلب در خبر آنلاین در ایران منتشر شد.
سال 1401 زمان حل و فصل این مشکل آغاز نشد. سرانجام زن زندگی آزادی دقیقاً مفهومی ضد دین حکومتی و دستوری است. اسلام حکومتی احکام ضد موقعیت اجتماعی زن و برابر با مرد را از کتاب‌های دینی به سطح قوانین و سطح جامعه آورد. آزادی زن شد نخستین بیان آزادی انسان در ایران. اما چون آزادی زن و نظام جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمی‌پذیره، آزادی زن مساوی شد با سرنگونی این نظام حکومتی. آزادی زن، آزادی به طور کلی شد منوط به سرنگونی این نظام حکومتی. از اینجا که نگاه کنیم، سال 1401 سال آغاز تعیین تکلیف جامعه ایرانی با حکومت دینی و دین سیاسی است. برای اینکه تصویر بهتری داشته باشیم از دلایل دینی شدن حکومت در ایران سال 57 و ضد حکومت دینی شدن جنبش انقلابی سال 1401، بهترین فرصت است که بریم سراغ نظرسنجی گمان که بارها من خواستم برنامه در این خصوص بذارم و خب فرصت مناسب نبود. مقدمتاً عرض کنم گروه مطالعات افکار سنجی ایرانیان که مختصراً بهش گمان گفته می شود که از سال 1398 تا اونجایی که من می دونم شروع به انتشار کرده، کار یگانه است که انجام میشه. چون ما تا قبل از این هیچ نظرسنجی غیر حکومتی جامع علمی و بی‌طرفانه از مهمترین موضوعهای جامعه ایران که دانشگاهیان ایرانی ادارش کنن نداشتیم دیگه. داشتیم همشون یا اینکه از جمهوری اسلامی پول میگرفتن میگیرن، یا اینکه وابسته به یک به هر حال بخشی از فلان دولت هستن. و به ویژه که مدیرش، اداره کنندش کاملا آگاه به مسائل سیاسی و اجتماعی و جامعه شناختی ایران. مدیر گروه مطالعات افکار سنج ایرانیان آقای عمار ملکی است، استادیار علوم سیاسی دانشگاه تیلبرگ در هلند. بعضی از نظرسنجی‌ها با همکاری آقای پویان تمیمی عرب، استادیار انسانشناسی دین در دانشگاه اوترخت هلند انجام شده، مشترکاً با هم انجام دادن بعضی‌هاش. باری به طور متوسط حدود 90% پاسخ دهندگان به نظرسنجی‌ها یا افکارسنجی‌های گمان که آنلاین انجام شده در ایران زندگی می‌کنند. از همه 31 استان ایران نظرخواهی میشه، بدون افشای اسم و مشخصاتشون پاسخ میدن و پاسخ‌ها شناسایی می‌شود که مثلا از ربات اگه باشن و یا اگه از منبع تکراری باشه حذف میشن و کل نظرسنجی با نظرسنجی‌هایی که مؤسسه‌های دیگه مثل فرض بفرمایید گالاپ انجام میدن مقایسه میشه و میزان تفاوت نتایج در این مقایسه ها در نتیجه نظرسنجی درج میشه، منتشر میشه. یعنی نحوه طرح نظرسنجی، ارتباط ها، بررسی های مقایسه و هرچی که به درک روشن و علمی این کار کمک کنه برای من خواننده این نظرسنجی ها به طور کاملا شفاف آمده. و خب برای همین هم از که خیلی راحت میشه اگر ایرادی در کارشون باشه، انتقادی باشه، انتقاد کرد، ایراد گرفت، خیلی هم کار کردن. حالا درست شغلت من کاری ندارم. این نظرسنجی از 28 بهمن تا 8 اسفند 1400 انجام شده. برای مثال میگم ببینید بیش از 19% از جمعیت هدف پادشاهی مشروطه میخواد، بیش از 22% جمهوری اسلامی میخواد، بیش از 36% جمهوری سکولار یا غیر دینی مبتنی بر مبانی حقوق بشر. حالا ببینید تو همون نظرسنجی نخستین شعاری که سال نخستین شعاری که از اقبال عمومی برخوردار بوده اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجراست هست. بیش از 20% جامعه مورد نظرسنجی طرفدار شعار ما همه سرباز توییم، گوش به فرمان توییم هستند. نظرسنجی درباره این دو شعار، یعنی همون شعار ما همه سرباز توییم خامنه ای که شعار طرفدارای حکومت و شعار اصلاح طلب اصولگرا که شعار معترضانه و در واقع غیر حکومتی هاست، نتایج روشنی به ما میده. اول اینکه تجربه مردم بهشون فهمونده که بیشترین ضربه رو در مسیر خلاص شدن از حکومت دینی از اصلاح طلب خوردن که همیشه خواستن با فریب حکومت دینی رو حفظ کنن، با پنبه ضربه برن. دوم، وقتی این نظرسنجی رو
با نظرسنجی همون پارسال مقایسه میکنیم، میبینیم که از طرفداران حکومت دینی فقط کسانی موندن که گوش به فرمان خامنه ای هم و در واقع اصلاح طلبانی که طرفدار حکومت دینی باشن و ولایت فقیه را قبول نداشته باشن وجود ندارن دیگه در ایران. اگر هم وجود داشته باشن تعدادشون اونقدر نیست که قابل اعتنا باشه. بارها تو برنامه گفتم وقتی که جنبش انقلابی شروع میشه قطبی شدن جامعه یکی از تبعات بلافاصله شه. بعد ادامهش رو عرض کنم، همین میخوام بگم که چجوری نتیجه گیری میشه کرد از این نظرسنجی ها. ضمناً از پارسال تا حالا ریزش چشمگیری داشتن همین بیش از 20% طرفدار جمهوری اسلامی که همشون شعار طرفدار سرباز خمینی میخوام بشن اینا. در نظرسنجی پارسال میبینید دیگه حدود 20% طرفدار جمهوری اسلامی بودن، تو نظرسنجی امسال حدود 15%. این نتیجه رو وقتی مقایسه میکنین با محجور افتادن و بی‌طرفدار موندن بیانیه هفته پیش محمد خاتمی که تو خبرها بارها و بارها حتما شنیدین که از همین جنس اصلاح طلب هاست که میگم فریب هم میشه مردم ازش خوردن، بعد میفهمین که این نظرسنجی ها چقدر اهمیت داره. در خدمت آقای دکتر عمار ملکی هستیم، استادیار علوم سیاسی دانشگاه تیلبرگ هلند و مدیر گروه افکارسنجی ایرانیان که مختصر گمان گفته می شود. آقای دکتر ملکی خوش آمدید به امشب صفحه آخر و جای پدر بزرگوارتون و مبارزتون خالی که فوت کردن پیش از جنبش انقلابی 1401 آقای دکتر محمد ملکی. درود آقای فلاحی، خیلی ممنون از دعوتتون و من شما رو که میبینم یاد پدر میفتم به دلیل مصاحبه هایی که شما داشتید با ایشون و البته علاوه بر ارادتی که خودم خدمت شما دارم، ولی در صورت شما یک جایگاهی داشتید که ما همیشه اون خاطرات برامون زنده میشه. خیلی ممنون از دعوت شما و سلام میکنم خدمت به همراهانتون و بینندگان محترم برنامه. ممنونم ازتون، درود بر شما. آقای ملکی، مردم 1401 نسبت به سالهای قبل چقدر به ضرورت تغییر بنیادی رسیدن خودشون؟ یعنی با توجه به نقش دین که خیلی صحبت شده در انقلاب 57 چه بوده، چگونه عمل کرده، در کنار عوامل دیگه، دین چه نقشی داشته است که تا 1401 لااقل از نظر بینشی و آگاهی اگر بشود گفت این اکثریت نزدیک به 80% که طبق نظرسنجی گمان دیگه حکومت دینی نمیخوان در سال 57 به این ضرورت نرسیده بود؟ آیا فقط دلیلش تجربه حکومت دینی است؟ خب پاسخ سادهش این است که یقیناً تجربه حکومت دینی بسیار مهمه. شما تاریخ اروپا رو میدونید که اون دوره هزار ساله قرون وسطا، من معتقدم که ما در یک جمهوری اسلامی در این 40 سال به نوعی دوره فشرده قرون وسطا رو مردم ایران تجربه کردن و این تجربه واقعاً دردناک، سنگین، پرهزینه خب نشون دادش که در صورت وقتی که دین یا دینداران یا اونهایی که خودشون رو در صد علمای دین نمیدونم روحانیون هر چی که اسمشو میگذارن در قدرت قرار میگیرن چه فاجعه است. خب این فاجعه رو به جاهای دیگه جهان همون که گفتم خدمتتون تجربه کرده و البته مردم هم دیدن به اسم دین چه اتفاقاتی میفته. همین روزها شما این خبر تجاوز به دخترانی که بازداشت شدند و این نه امروز، میدونیم که ادامه آن چیزی است که از دهه 60 شروع شده، تجربه به اسم دین شلاق زدن، تجربه اجازه خوردن و نوشیدن نداشتن به اسم دین، تجربه اینکه شما نمیتونید انتخاب کنید چی گوش بدید، تجربه به تمام این تجربه تلخی، تجربه اجازه شادی نداشتن. خب اینها رو وقتی که شما یک ملتی تجربه میکنه و تلاش هم میکنه 20 سال تلاش میکنه که این ساختار رو اصلاح کنه و به نتیجه نمیرسه، خب بدیهی است که به این نتیجه برسه که این حکومت دینی یک فاجعه است
و باید این رو به نوعی به پایان برسونه تا اینکه شاید بتونه یک چیزی زندگی عادی داشته باشه. ببینید این آماری که حالا گفتید درصد کار ما هستش، این که شما میبینید که در دهه 50 سال 1953 فکر کنم یک آینده نگری پروژه به اسم آینده نگری انجام میشه توسط آقای علی اسدی و همکارانشون. در اون زمان سوال میکنن مثلا که شما چقدر نماز میخوانید روزه میگیرید، 83% جمعیت، یعنی از هر 10 نفر 8 نفر میگن که ما نماز میخونیم منظم. نظرسنجی گمان که شما اشاره کردید در سال 1399 نشون میده که 60%، یعنی از هر 10 نفر 6 نفر میگن ما نماز نمیخونیم، و تنها حدود 30%، یعنی از هر 10 نفر 3 نفر میگن که در روز 5 بار مثلا نماز میخونن، نماز به نوعی متداول مثلا در دین اسلام. خب اینها نشان دهنده یک تغییر عظیم هست در جامعه ایران. یا مثلا در اون دوره می‌بینیم که کاملا برعکس این دوره، چیزی حدود انگار 60% جوان‌ها قائل بودن که مثلا تلویزیون صدا و سیمای اون زمان باید برنامه‌هایی که با فرهنگ اسلامی هستش رو بیشتر بکنه، و مسئولان صدا و سیمای اون زمان تلویزیون ملی ایران اون زمان به نوعی شاید تنها حدود 5%شون معتقد بودن، و امروز کاملا برعکس شده. یعنی این در صورت واکنشی هستش به اون چیزی که در جامعه به اجبار انجام میشه، و خب بدیهیه که گریز از دین و حتی ستیز با دین که این روزها میبینیم، حتی اون هم قابل توجه هستش، یک واکنش بسیار طبیعی است از طرف جامعه. خب همین آقای دکتر مالکی، من در واقع یک بخشی همین واکنش هاست و یه بخشی میخوام از همین زاویه وارد شدم که برسیم به اینکه چقدر جامعه میتواند به آگاهی و خودآگاهی رسید باشه. ببینیم، باز من برمیگردم به نظر سنجی، افکار سنجی گمان، مرداد 99 این افکار سنجی درباره خداباوری، اون خیلی قابل تحمله، نزدیک 80% خداباورند، ولی حدود نیمی از این 80%، این مال مرداد 99 ها، نیمی از این 80% به اصول دین اصلا اعتقاد ندارن، مثلا معاد. فقط زیر 38% از حدود 80% به زندگی بعد از مرگ معتقدن، و حدود 30% به بهشت و جهنم، و حدود 25% به جن و پری و منجی عالم بشریت، که همه اینا میدونیم بخشش از ترس دیگه. از کل خدا باوران فقط نزدیک 28% به دین و مذهب اعتقاد دارن، یعنی باور به خدا مساوی با دینداری نیست، اینجوری که من برداشت میکنم از این نظرسنجی. این در جامعه سنتی و مذهبی ایرانی یعنی چی آقای دکتر؟ آیا تحولی است در نگاه مردم و در نگاه انسان ایرانی به خود و به سرنوشت خودش؟ یا باز همه رو به عنوان واکنش باید بگیریم؟ بله، این نکته مهمی است. ببینید، درصد ایران یک کشوری است که به لحاظ تاریخی می‌دونیم که خداباور بوده، یعنی از منظر اینکه درصد ادیان مختلفی در ایران بودند از زمان به دوران باستان بیایم جلو، و این اتفاقا خیلی قابل شگفت‌آور نیستش که شما می‌بینید که هنوز چیزی حدود 80% جامعه خداباور هستند. ولی نکته قابل تأملش این هستش که خب این خداباوری با اون اعتقاد به دین رسمی یا دین نهادین شده کاملا متفاوت هست، و این در ایران یک به اصطلاح پدیده دقیقا درست میفرمایید مدرن هست، جدید هستش. ببینید، ما در دنیا داریم، در دنیا یک ترمی دارن در حوزه همین علوم مطالعات مذهبی، و اون بهش میگن که باورمندانی که بدون تعلق هستند، یعنی believing without belonging، یعنی شما باورمند هستی به چیزی ولی هیچ تعلقی به اون دین رسمی نداری، فقط باوری داری مثلا که یک بالاخره حالا خدایی هست یا یک نیروی در طبیعت هستش که مثلا به اداره میکنه جهان رو یا به نظم میده به جهان. این یک بخشی است، اما این میتونه کاملا متفاوت باشه از اون چیزی که شما اصلا اعتقاد به یک دین رسمی یا اون اصولی که حالا میگن ادیان دارند، همین که میفرمایید مثلا جهان بهشت و جهنم، یا نمیدونم باور به منجی بشریت یا چیزهای دیگه. و این در جامعه ایران میبینیم که شکل گرفته. اتفاقا ما در اون نظرسنجی که خدمت شما هستش، خب باورمون این بودش که خب سوالات به اون شکلی هستش که مثلا فهمیدیم مذهب شیعه، مذهب سنی، نمیدونم یهودی، مسیحی یا زرتشتی یا نمیدونم ندانمگرا، خدا ناباور. یک چیزی که برای ما جالب بود که گزینه هیچ کدام زیاد بود، در نظرسنجی اخیر اتفاقا ما دوباره این سوال رو معمولا در مورد گرایش و باور افراد میپرسیم که بتونیم مقایسه کنیم با نظرسنجی دین، یک دسته جدیدی رو اضافه کردیم به اسم خداباور بی دین، و
و این خدا باور بدین در همین نظرسنجی جدید که ماه گذشته انجام شد شما اشاره کردید 30% افراد اون رو انتخاب کردن. یعنی خیلی قابل توجه میدیم که یک دسته هستن که خدا باور هستن، حالا خدا رو قبول دارن، به اون باور دارن، ولی اصلا اعتقادی به اون جنبه های دینی ندارن. خب این یک جور میشه گفتش که در هر صورت اهمیت خدا باوری در جامعه ایران هست و این هم چیز عجیبی نیست. ما در بسیاری از جامعه داریم، اتفاقا در آمریکایی که شما زندگی میکنید میدونید که یک جامعه خدا باوری هستش، ولی خب دین رسمی وجود نداره، یعنی اون شکلی که بخواد دین یک بخش رسمی باشه. و میدونیم که حتی رؤسای جمهور آمریکا، حتی شخصیت‌های اصلی سیاسی در آمریکا معمولاً به بخش بزرگیشون در صد خدا باور هستند. و این نکته جالب توجه است که در همون نظرسنجی که فوریه پارسال یعنی سال 2022 انجام شد، اون هم جالب بود، ما یک سوال کردیم که در ایران در مورد بالاترین مقام رسمی کشور چه ویژگی هایی رو مثلا موافقید یا مخالفید. یکی از اون ویژگی هایی که ما گذاشتیم بود که خدا ناباور باشه. این هم قابل توجه که 60% مخالف این بودن که یک نفری که خدا ناباوره بالاترین مقام رسمی سیاسی کشور باشه. یعنی در این حال میخوام بگم که در این حالی که 80% هم که فهمیدید مخالف حکومت دینی، مخالف حتی یک نهاد دین در حکومت دخالت بکنه، اما در این حال هم اونها خدا باور هستن و مثلا شاید بخش بزرگیشون ترجیح میدن که مثلا یک کسی که حالا خدا ناباور نیست به عنوان بالاترین مقام سیاسی نباشه. این به نظر میرسه که در صد یک تحولی در جامعه ایران که یک بخشی هستن که خدا باور هستن، بخش بزرگ جامعه هستن، اکثریت هم هستن، اما اعتقاد به اینکه بخواد دین دخالت کنه در امر حکومت داری ندارن. حالا فرصت شد به این موضوع برمیگردیم. من دلم میخواد باز اینقدر این افکارسنجی های گمان به درد بخور و جذابه، واقعا من دلم میخواد که اشاره کنم به اینا. ببینید در دروغ آشکاری حکومت میگه اکثر زنان ایرانی خودشون میخوان با حجاب باشن، ولی طبق نظرسنجی گمان نزدیک 23% موافق، اون قسمت آبی، نزدیک 23% موافق حجابن و فقط 15% موافق رعایت حجاب در عرصه عمومی. یعنی نزدیک به نیمی از کسایی که موافق حجاب هستن مخالف حجاب اجباریه. این یعنی دین کاملا به عرصه خصوصی و شخصی آدم ها رانده شده. آقای دکتر ملکی، آیا من میخوام در واقع بدون اینکه بپردازم باز دوباره به این سوال کسالت آور، آیا از آگاهی مردم یا از ناآگاهی مردم، آیا این در واقع دلشون نمیخواد، جامعه ایران دلش نمیخواد برگرده به زندگی عرفی قبل از انقلاب؟ خلاصه بله، به لحاظ اون که به قسمت عرفی قبل از انقلاب و اون زندگی که در هر صورت به عنوان زندگی نرمال این روزها جوان ها ازش یاد میکنند، که شما در هر صورت آزادی های عمومی اجتماعی رو دارید، خب بدیهی یکی از مطالبات مردم هستش و شاید اصلا اقبالی که این روزها میبینیم که به در میان نسل جوان، در میان حتی به اکثریت مردم، به دوران قبل از پیش از حتی چه اشتباهی کردیم، انقلاب کردیم، اتفاقا جوابانی شعار بعد از اون اصلاح طلب و اصولگرا بیشتری محبوبیت و مقبولیت رو داشت، خب ناشی از این هست، ناشی از این هست که در اصل یک تجربه دردناکی بوده. و همین که شما فرمودید، این اتفاقا یافته که در مورد مسئله حجاب اجباری و اعتقاد به حجاب بود بسیار مهمه. ما در همین یک سال گذشته که مثلا جایی که می رفتیم در مورد این اندیشکده های غربی یا بالاخره جلساتی که با هر کدوم از این دانشگاهیان، اندیشکده ها یا حتی مقامات بالاخره سیاست گذار داشتیم، در مورد همین مسئله حجاب می گفتیم، خب می گفتن نه، این مسئله حجاب که شما دارید می گید اینجوری نیست، ما به نوعی خیلی از کسایی که دست مشاوران ما هستش که اکثرشون هم همین به قول جوانترها مالکش های نزدیک مثلا به جمهوری اسلامی، این هایی که ظریف در صورت تونسته بود خیلی در این جاها نفوذ بده، اونا میگفتن که نه، این بخشی از فرهنگ ایران هست و بخشی هستش که درصد مردم مشکلی باهاش ندارن. ما موقع گفتیم آقای نظرسنجی یعنی نشون میده 72% مردم ایران مخالف حجاب اجباری هستن، تازه نظرسنجی که مال 1399 هستش، و گفتیم که درصد آقای نیمی از کسانی که معتقد به حجاب هستن اونها هم مخالف حجاب اجباری هستن. خب این رو جدی نمیگرفتن تا اینکه انقلاب زن زندگی آزادی شروع شد و بعد به نوعی دیدیم که خب حالا کم کم شروع کردن گفتن که بله در ایران گویا اکثریت مخالف هستن. منظور اینجا هستش که در اصل اینها شواهد مهمی است و وقتی که این اعداد رو در اصل این اعداد
عددی نیست که ما از خودمون در بیاریم، عددی هستن که همین مردم هستن که به این نظرسنجی ها پاسخ میدن و بعدش هم در اعتراضات ممکن شرکت کنن. اینها واقعیت های جامعه هستش که وقتی که دیده نشه در خیابان صداش بالاخره دیر یا زود شنیده خواهد شد. ببینید، باز طبق نظرسنجی گمان تو همین حوزه عرض میکنم، بیش از نیمی از بی‌اعتقادان به دین و مذهب میگن از دینداری به بیدینی رسیدن، نه اینکه از اول بیدین بودن. یعنی این دقیقا آینه عملکرد جمهوری اسلامی در زدودن دین از جامعه هم هست. و جالب است بدونیم که نسل‌های گذشته مذهبی بودن، چون نظرسنجی نشون میده که 60% همین جمعیت آماری تو خانواده‌های مذهبی بزرگ شدن. آخونده همون ابزار تبلیغاتی رو که در به قدرت رسوندنشون در واقع سهم مهمی داشت تو 40 چند سال گذشته به کار گرفته و جامعه رو به اینجا رسونده. حالا از وقتی به قدرت رسید با بودجه حکومتی کمک به مساجد، هیئت‌ها، برگزاری روزهای مذهبی مثل اربعین و بودجه‌های اختصاص داده شده از شهرداری‌ها و بودجه کل کشور به سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه‌های علمی و برادران و خواهران و غیره و امامزاده ساختن، حمایت از امامزاده‌های ساختگی، با وجود همین ضرب و زورا نسل‌های بعد از انقلاب راه مقابله با اینا رو رفتن. آموزش پرورش رو میدونیم چه بلای سرش آوردن، دانشگاه چه بلای سرش آوردن، علوم انسانی، ولی در متن جامعه برگشت به طرف خودشون قضیه. دین حکومتی قاتل دین شد در واقع. اگر درست عرض میکنم این سوالم پاسخ بدین که در آینده جامعه ایرانی چگونه به دین نگاه میکنه با توجه به تجربه شما و این نظرسنجی ها و دانش شما در جامعه شناسی سیاسی. بله، نکاتی رو شما فرمودید، من اضافه بکنم این هستش که در همون نظرسنجی هم نشون داده شده که از هر 10 نفر 7 نفر مخالف این هستن که حکومت هزینه‌ای بکنه برای نهادهای دینی. و این خوب قابل تحمل هست وقتی که حکومت و جامعه‌ای که شما خودتون فرمودید که بودجه نهادهای محیط زیستیش، نهادهای بهداشتیش، صنعت آموزشیش، سرمایه گذاری در بخش‌های صنعتیش چقدر هست و بعد می‌بینیم که بودجه نهادهای مذهبی چقدر هست. همین باز داره همون نظرسنجیشون که از هر 10 نفر نزدیک به 6 نفر مخالف این هستن که در مدارس تعالیم و دروس مذهبی درس داده بشه. می‌دونید، یعنی اینها همه قابل توجه است. اما اینکه جامعه به کدوم سمیره، در هر صورت ما این رو میدونیم که جامعه ایران داره به سمت دبنو یک جامعه سکولار، یعنی خواهان جدایی دین از حکومت هستش. این رو در شکل‌های مختلف در سوالات مختلف دیدیم، این رو با مردم پاسخ دادن و حتی در کف خیابان هم که مشخص هستش. و اما از اون ور من قائل بین هستم که در هر صورت یک چیزی هم که هست این که دین در جامعه ایران اگر حکومت دینی پایان بگیره یک بالاخره بخشی از جامعه هستش، بخشی از فرهنگ، بخشی از مردمی که هنوز هم که ما نظرسنجی هم نشون میده اولش 40% میگن که دین در زندگیشون بسیار یا تا حدی اهمیت داره. و البته میگم اون بخش 40% موافق حکومت دینی نیستن ولی درصد دیندار هستن و این میتونه راه خودشو پیدا کنه. مثل بسیاری از جامعه، مثل همین جامعه آمریکا که شما در زندگی میکنید، دین درصد یک جایگاهی داره برای خودش، جایگاه فردی، باورهای شخصی یا به نوعی حتی جمعهایی هستن که با هم نیایش میکنن، هر کاری میکنن، کمک میکنن، کارهای خیریه انجام میدن. اینها میتونه یک حیات سالم و مدنی پیدا بکنه در یک سیستم دموکراتیک و سالم. اما در شاید به نظر میرسه که تا سالها میتونه که این نهاد دین، نهاد روحانیت به نوعی دیگه به یک جایگاه دیگه‌ای بره، به رونده بشه از جامعه به شکل حتی خیلی مشخصش، تا اینکه مگر اینکه بتونه به نوعی خودش رو احیا کنه. من قائل به این هستم، مگر اینکه حتی یک نکته هست که باید این خطرم در نظر بگیریم که نهاد دین در ایران این پتانسیل رو داره که اگر در فردای ایران یک دیکتاتوری سکولاری بیاد، یک بالاخره سرکوبگر باشه از منظر یعنی یک جامعه حکومت سکولاری که به نوعی بخواد سرکوب بکنه و یک واکنشی از جامعه بیاد، بعد ممکنه که متاسفانه ما ببینیم که بار دیگه یک نسل دیگری بیاد که برای مبارزه با اون مثلا دیکتاتوری سکولار دوباره برگرده به آویختن به مثلا دین یا دینداران یا چه میدونم نوستالژی اینکه در یک دوره میدونید چی میگم. یعنی این رو باید دید و این به نظر من هوشمندی همه کسانی هستش
که اتفاقا این روسا در میان شخصیت‌های مطرح سیاسی می‌بینیم که نگاه ضد دین بودن رو خیلی تقویت نمی‌کنن خودشون، در این حالی که کامل معتقدن که آقا دین باید بره جدا بشه از حکومت، جای خودش داشته باشه، هر کسی هر باوری داره یا ناباور هستش. و این خیلی مهمه، چون میشه این رو دید که در اون تز و آنتی تزی که در جامعه بارها تجربه کرده، دوباره این قولی که امیدواریم بتونه به اون چراغ برگرده، از اون چراغ بیرون نیاد، دوباره دیگه بالاخره این گرفتاری که این 40 سال ایجاد کرده، 40 خورده ای سال ایجاد کرده رو دوباره برای نسل دیگه ایجاد نکنه. خب این بستگی به این داره که آیا دین باوری، نه خدا باوری در واقع، که اینقدر کاهش پیدا کرده است در ایران، آیا باور به اجزاء این دین و مذهب هم کاهش پیدا کرده، از جمله مسئله فرد مقدس، رهبر، من اشاره کردم، رهبر کاریزماتیک دینی خمینی. در سال 57 خمینی مقدس بود برای بسیاری و تخمین عددی کمیتی من نمیذارم، چون هزار تا حرف ممکنه توش در بیاد، ولی میدونیم دیگه چه اتفاقی افتاد. سال 68 وقتی که مرد میدونیم دیگه چه اتفاقی افتاد تو خیابون. مقدس بود برای مردم، لااقل داریم در دوره انقلاب صحبت میکنیم، سال 57. مردم سال 1401 مرگ بر، یعنی به خمینی لعنت میفرستن و مرگ بر جانشین خمینی میدن. آیا به این معنی است که اصولا تقدس مذهبی، یعنی عرض کردم یکی از اجزای دین باوری، باور به دین، این تقدس مذهبی واقعا شکسته، تقدس داشتن یک فرد در میان مردم و به این درک رسیدن، یا اینکه نه فقط این شعار علیه رهبر مذهبی یا بنیانگذار مذهبی و سیاسی و سیاسی حکومتی هست که این بلا رو سر کشور و من آورده؟ بله، درس تقدس مذهبی که میشه گفتش که شکسته، اما نکته شاید شما این هستش که آیا واقعا تقدس و تقدس فردی، فردی رو مقدس کردن رو به نوعی اون رو میشه گفتش که کنار گذاشته جامعه. من قائل به این هستم که تا حدی کم شده، اما حقیقتش این هستش که میشه دید که در اصل در یک بخشایی از لایه‌های فرهنگی ما، اون هم برمیگرده به یک بحث دیگری است که در مورد حوزه مطالعات فرهنگی، مطالعات مقایسه‌ای که در جوامع میشه، در اصل بعضی از جوامع یک شاخص‌های فرهنگی دارن که در اونها خیلی نهادینه است و جزء ارزش‌های فرهنگیشون هست. خب این ممکنه باشه که ببینیم این امر مقدس و این که به نوعی یک چیزهای پرستش گونه باهاش برخورد میشه، این ممکنه وجود داشته باشه و این خب میتونه از مذهب که حالا در صورت دیگه رانده شده از در اذهان و قلوب مردم بیرون رانده شده، ولی ممکنه در چیزهای دیگه بیاد و این میشه امیدوار بود که در صورت کار فرهنگی بشه که این تقدس زایی، تقدس داشتن هر امری میتونه با مهلک باشه، حتی میتونه مسئله ملیگرایی باشه. ناگهان ما میدونیم که ما متعصبانی به نوعی ملیگرایان متعصب هم داریم، یعنی تقدسی میدن به یک مسئله و آنچنان میبینیم که حتی به نوعی نگاه های خیلی افراطی دارن، یا یعنی این میتونه تقدس به یک ایدئولوژی مشخصی باشه. میدونید من خودم شخصا، حالا انتخاب خودم این هستش که من قائل هستم که هر چیزی که پرستیدنی میشود خب یه مقدار خطرناکه. حتی من فکر میکنم میهن پرستی هم شاید در برابرش میهن دوستی رو من فکر میکنم قابل ارزش هست، چون وقتی شما پرستش میکنید یک چیزی رو، بعد ممکنه حتی به خاطر اون پرستیدن، به خاطر اون تقدس قائل شدن، باعث بشید که به نوعی ارزش‌های انسانی رو یا ارزش‌های اخلاقی و اینها رو زیر پا بگذارید. من در اصل فکر میکنم نسل جدید هم کلن خیلی رابطه‌ای با این پرستیدن و به نوعی تقدس ایجاد کردن نداره، از این جهت یه مقدار میشه امیدوار بود، اما در اصل ریشه های فرهنگی که در تا ایران وجود داشته رو میشه در نظر گرفت که باید همواره به این مسئله هوشیار بود و این رو خیلی به نوعی تصور نکرد که دیگر هیچ چیزی ممکنه، هیچ شخصیت کاریزماتیک که پرستش بشه یا تقدس عجیبی در موردش باشه نخواهیم داشت. ممکن همچین بلایی آفتی هم بار دیگر داشته باشه، این جد مهمه که جامعه هوشیار باشه. آقای دکتر ملکی، آیا می شود گفت که دین بخشی از فرهنگ ایرانی است یا این واقعا حرف بی‌موردی است؟
حالا دین به مفهوم این که در صد اون قسمتی که گفتم، خب اگر نظر بگیریم، حالا میگم دین چه تعریفی ازش بکنیم دیگه، من میگم اگر دین نه با نهادینه همین شده نظر، نه تو همین باشه. بر اساس عوض میخوام، بر اساس همین افکار سنجی شما گمان من عرض میکنم، یعنی از خدا باوران بخش اعظمشون دیندار نیستن، ولی با توجه به توضیحاتی که شما فرمودین من عرض میکنم و آنچه که در لایه های جامعه در تاریخ معاصر ایران هم دیدیم، ما مشروطه رو دیدیم که تا زمانی که آخوند انقدر قدرت داشت که تا زمانی که اون 5 تا هیئت ولی فقیه ناظر بر قانون اساسی نباشد قبول نشد، هرچند عمل نشد به اون، ولی با تصویبش کردن که باید 5 تا آخوند ناظر باشن بر اجرای قانون. این میاد تا سال 31 32 ماجرای ملی شدن نفت که کاملا یک حرکت عرفی بود و ملی بود و قوی شدن تشکل‌های معلمان و اینا رو ما می‌بینیم. بعد میاد تا سال 42 منتها سال 42 دوباره می‌بینیم که خاکسترهای در واقع تعصب مذهبی و گرایش و آخوندها این و باز هم ماجرای مرجع تقلیدی که من باید ازش تقلید کنم، پس بنابراین اگر سخنرانی کرد گفت شاه باید برد پس منم برم دنبالش و تمام این قضایا، حالا تا میایم جلوتر دیگه، مخالفت با حق رأی زنان، مخالفت با انقلاب سفید، مخالفت با اصلاحات سیاسی اقتصادی فلان، درست بود اونها یا غلط بود من کاری ندارم، ولی مردم رفتن دنبال این مخالفت ها، یعنی میخوام بگم مسیر پررنگ مذهب در و دین در حرکت‌های اعتراضی جامعه ایران همیشه بوده، حتی اگر پایه و مایه انقلابی و مترقی داشته مثل انقلاب مشروطه، باز جای پای اینو ما می‌بینیم در اونجا، حتی در بین خیلی روشنفکراشون. باری به همین دلیل این سوال کردم که آیا از شر در واقع فرهنگ ایرانی نمیتواند فرهنگ عرفی بشه و از شر مثل تمام کشوری که شما مثال زدین و آمیخته با فرهنگش نباشه، در نتیجه نتونه خودش از شر سنت در واقع مذهبی نجات بده؟ من فکر میکنم در اصل اگر به شکل مدنی در بیاد، خب اون معضل حل میشه. یعنی شما اگر دین یک دین مدنی بشه، یک سری افراد هستن، این رو نمیشه جدا کرد. میگم حداقل تا اون چیزی که تا این لحظه به نوعی ما میتونیم بگیم اینه که برای جامعه مثلا یک 40% چیز کمی نیست، اهمیت داره دین، میدونید. و اون هم حالا میشه گفت که نسل جوانتر خب اطمینان براش دین اهمیتش کمتر شده، این رو میبینیم حتی به خاطر بحثه واکنشی بودن یک بخششه. اما میبینیم که یک بخش های از دین به نوعی حتی سنت های دینی، مراسم دینی، اصلا بخش های از کارناوال حتی در ایران میشه، میدونید. من قائل به این هستم که خیلی از اینها ممکنه به نوعی استحاله بشه ولی بمونه، و این در چیز عجیبی هم نیست. در همین هلند یک مراسمی دارن که اینجا به جشن میگیرن، کارنوال دارن، یک کفته نمیدونم آبجو میخورن، میزنن، میرقصن، و این ریشهش یک ریشه کاملا مذهبی بوده برای شروع دوران به اصطلاح روزه مسیحی که میخواستن بگیرن، این کارو میکردن و این مونده. و من آقا فکر میکنم خب خیلی مراسم در ایران هم که مراسم دینی هسته، شاید در آینده به عنوان یک مراسم کارنوالی بمونه، اصلا کاملا استحاله بشه. و در این حال هم که وقتی در نظر بگیریم که بخشی از مردم در صد دین رو بشبخه باور دارند و براشون اهمیت داره، اگر به شکل مدنی باشه احتمالا میمونه، در بخشی از جامعه هم نقش داره و حتی شاید اگر میگم در یک ساختار به آزاد حتی به نوعی محبوبیت هم پیدا کنه، به خاطر اینکه اینها میتونن بشن خیریه، اینها میتونن خیلی هاشون بشن به نوعی در یک حوزه هایی که میبینیم در شما در آمریکا خوب میشناسید اینا رو، در همین اروپا هم هستن و اونجوری میتونه یک حیاتی داشته باشه بدون اینکه تهدید بشه. اون تهدید این هستش که بار دیگه اون اسلام سیاسی، اون دین سیاسی بخواد وارد بشه، قدرت بگیره یا به نوعی مداخله کنه در حوزه مثلا امور مردم، اجتماعی، روابط انسانی یا نمیدونم قانون گذاری. خب اون به نظر میاد که در هر صورت تا حد زیادی به دلیل تجربه حکومت دینی مهار شده، اما اینکه آیا برای همیشه میتونه بیرون بمونه یا نه رو نمیدونیم.
ولی امیدواریم که این تجربه تلخ حداقل باعث بشه که دین، اگر هم در اصل به هر شکلی که ادامه حیات دا خواهد داشت، یک دین مدنی بشه، یک دینی که در اصل در حوزه جامعه شخصی وجود داره و به نوعی خدمات مدنی رو میتونه درش مشارکت بکنه، ولی در صورت من بعید میدونم که بشه کاملا جامعه ایران مثلا یک جامعه خیلی لایک به اون شکل مثلا مثل جامعه فرانسه بشه. من بیشتر فکر می‌کنم جامعه ایران شاید بیشتر میتونه شبیه جامعه آمریکا باشه، یعنی دینداری و اون خداباوری در یک شکل مدنی ادامه حیات پیدا کنه، ولی خب درصد تحولات جامعه رو باید دید. بله، حالا از بدین برم تو جزئیات این باورمندان به دین و مذهب در ایران در پیوند با تفکیک جمعیتی شیعیان و اهل تسنن در ایران. طبق این نمودار کمتر از 5% جمعیت ایران سنی هن و 32% شیعه. خب این 32% شیعه، من این تیکه رو نفهمیدم آقای دکتر ملکی، چجوری همه جا گفته می شود اکثریت جمعیت ایران شیعه هن؟ بله، این البته یک بخشش بخش پروپاگانداست، یعنی در صد حکومت سالها گفته که اکثریت که اکثرا که میگه 99.5% اون چیزی که معمولا نشون میدن، میگن که اینها در ایران مسلمان هستن، حالا 5% سنی. و این یک بخشش به خاطر این هستش که شما اگر قرار باشه در جهان حکومت دینی رو بفروشید، اون کاری که در صد سالها جمهوری اسلامی کرده، باید بشید که خب این یک ملتی هستن که 99% چون مسلمونن، خب پس حکومت دینی هم چیز عجیبی نیست. ما وقتی که این نظرسنجی رو منتشر کردیم، این عکسی که شما داشت نشون دادی یک دایره رنگی رو نشون میده که تکه های مختلفی درش وجود داره، از هر چی، از هر به نوعی باوری درش هست. حالا دوباره نشون بدیم، خواهش میکنم که آقای ملکی صحبت دمت برای دوستان. این گردی که میبینید رنگی هستش در ویکی‌پدیا، شما اگر صفحه بودش در مورد دین در ایران، این صفحه رو که میرفته میدید یک دایره‌ای بود تماما سبز رنگ با یک خط بسیار کوچیکی که 0.5% رو نشون میداد و اون هم غیر از مسلمانان بودن. وقتی که این نتایج این نظرسنجی اومدش در ویکی‌پدیا، برای مدت چندین ماه جنگی بود، یعنی طرفداران حکومت، چون این عکس اومد در کنار اون عکس قرار گرفت و کل تصویری که در مورد ایران بود متفاوت شد، و این بود که خلاصه آخرش توافق کردن که دوتا عکس رو بذارن کنار اونجا اشاره بشه. یعنی اهمیتش بودش که میخوام بگم حکومت در این حد براش مهم بودش که همچین تصویری از جامعه ایران داده نشه بیرون، به دلیل اینکه اگر همچین تصویری داده میشد، یعنی که خب حکومت دینی، ملتی که اساساً بخش بزرگیشون دیندار نیستن یا اعتقاد ندارن به اون دینی که به نوعی گفته میشه که شیعه هستن اکثریت، خب این دیگه زیر ساخت تئوریک حکومتش هم به نوعی حکومت دینی هم از نمیره. مجله اکونومیست استناد کرد به همون نتایج نظرسنجی ما، یک مقاله‌ای نوشت با عنوان ایران کشوری نچندان شیعه، یعنی اون برای اولین بار بودش که در خلاف اون چیزی که همواره میگفتن ایران یک کشور شیعه هستش و اینا، خب اینها همه اهمیت داره و از این جهت هستش که من فکر می‌کنم اون که اصرار دارن بگن که ایران کشوری شیعه هست، به دلیل این است که بتونن بگن یک حکومتی هم که بر مبنای باورهای مثلا شیعه و ولایت هستش رو توجیه پذیر کنند. نه، در اصل نتایجی که ما در چندین نظرسنجی، حتی نظرسنجی که ماه گذشته هم انجام دادیم، نشون میده که ایران یک چیزی بین همین 1/3 جمعیت هستن که تقریبا خودشون رو شیعه میدونن، 5% هم تقریبا کسانی هستن که خودشون رو سنی میدونن و بقیه به قول معروف یک تکثری دارن در دیدگاه های مختلف. بله، زرتشتی ها هستن، کلیمی ها هستن، مسیحی ها هستن و به طور کلی بیدینان که خودشون رو بیدین میدونن چند درصدن از این مجموعه؟ یادتونه آقای ملک؟ تقریبا 9%، بین 8 تا 10% که میدونم که نظرسنجی های متعدد و 3 تا نظرسنجی که ما در مورد بسا دین پرسیدیم، یک همچین درصد بین 8 تا 10% هستن که خودشون رو خدا ناباور آتئیست میدونن. البته خب این نظرسنجی از افراد زنده امروزه و خب خیلی هستن که فرض کنید خیلی از مسلمان ها یا بهایی ها یا سنی ها اینا آدم برمیخوره میگه من خودم هیچ اعتقاد ندارم، ولی تو خونه خانواده مسلمان زاده شدم و تو خانواده بهایی زاده شدم و اینا، این فرق میکنه. خب طبیعتا هر چه نظرسنجی میشود، آدم روز به روز میتونه، تازه به تازه میتونه در واقع دریافت کنه که اعتقاد مردم چجوری، سطح فرهنگ چجوری اینها. باری
یه نکته رو در همین پیوند من میخواستم عرض کنم که اندکی هم با احتیاط باید عرض کنم. در پیوند با انقلابی که مردم صورت میدن و نقش رهبران، بی تردید رهبران مردم در چگونگی پیروزی انقلاب نقش بسیار مهمی دارن. در قبل از انقلاب خمینی تنها رهبر مذهبی بود که مقابل نظام پادشاهی ایستاد و وسیله عواملش رفسنجانی و همین خامنه‌ای و چند آخوند دیگه تونست با جامعه در واقع پشتیبانش در بازار، مساجد و اقشار مذهبی جامعه و از طریق اونا در کل جامعه نفوذ کنه، ارتباط برقرار کنه و نفوذ کنه. قیاس ما الفارق است البته. امیدوارم که نه بلوچ‌ها، نه از سیستان و بلوچستان، نه از کردستان، نه به طور کلی اهل تسنن در ایران و در کشورهای دیگه مطلقا حرف منو قیاس بگیرن، ولی یک حقیقت رو باید گفت. مطلقا نباید لاپوشونی کرد چیزی رو، به ویژه امروز که دیگه میدانیم که مخفی کردن همه چیز در جریان انقلاب‌ها چه ضربه‌ای زده به مردم و به نسل‌های بعدی. به هر حال الان می‌بینیم که مولوی‌ها در سیستان و بلوچستان، به ویژه شخصیت برجسته‌شون مولوی عبدالحمید، تنها رهبر مذهبی است که محبوبیت گسترده‌ای داره، چون در مقابل حکومت خامنه‌ای ایستاده و از طریق مولوی‌های اطرافش در بلوچستان و حتی در کردستان، در ترکمن‌سرها، در گرگان به محبوبیتش حتی در بین مردم استان‌های دیگه، میدونم تو شهرهای دیگه هم طرفدار حتی داره در ایران که اصلا نه سنی‌ان نه بلوچ‌ان، به محبوبیتش اضافه شده است. آیا رهبر کاریزماتیک مذهبی دیگری که مبارزه و آینده مردم دست کم اهل تسنن این استان‌ها رو محدود کنه تو چارچوب شریعت در راه نیست آقای ملکی؟ با اشاره به فرمایشات شما عرض کردم. من البته فکر میکنم که حمایت از آقای مولوی عبدالحمید به خاطر نه حمایت ایشون از انقلاب است، یعنی از انقلاب زن زندگی آزادی است، و این هم هستش که باعث شده که یک جور محبوبیتی همون جوری که گفتید در میان اقشار مختلف خیلی بیشتر از فقط مردم مثلا بلوچستان یا سنی ها پیدا کنند. من فکر نمی‌کنم به خاطر چهره مذهبی ایشون یا اون چیز باشه. اتفاقا اگر در نظر بگیریم چهره مذهبی ایشون و حتی یک سری موضع‌گیری های سالهای قبل ایشون بسیار جنجالی بود. یادتون میاد که ایشون وقتی که طالبان به قدرت رسید به نوعی حمایت کردند و یکی از چیزهایی بودش که من یادم میاد که حتی اون جایزه کانون مدافعان حقوق بشر که به ایشون داده شده بود رو پس گرفتن از ایشون به دلیل مواضعی که ایشون در حمایت از طالبان داشتن، از همین قدرت گرفتن اخیر این طالبان. یعنی میخوام بگم موضع مذهبی ایشون مطمئنن چیزی نیستش که باعث حمایت شده حداقل در میان بخشای بزرگتر جامعه. خب بالاخره در میان سنی مذهبا ایشون محبوبیت دارن و احتمالاً هم به خاطر مذهبی بودنشون هست هم به خاطر ایستادگیشون در برابر خامنه‌ای. این رو مثال‌های دیگری هم ما داشتیم در این سال‌ها. مثلا حتی حمایت از موسوی رو هم که اگر در جنبش سبز در نظر بگیریم، شما خودتون واقف هستید که در اون دوره هم بسیاری از این نسل جوان یا کسانی که حمایت میکردن از موسوی اساسا اعتقاد دینی هم نداشتن، باور به مذهبی نداشتن، اما قائل به این بودن که در صورت وایسای در برابر خامنه‌ای به نوعی در مثلا پشتیبانی از اعتراض مردم ایستادگی کرده و حمایت کردن. من قائلم که در هر صورت اون مسئله ای که بخوایم بگیم که اصلا یک نقش رهبری مذهبی آقای مولوی عبدالحمید داره رو در سطح ملی نمیبینم، و در این حالی که خب ایشون یک رهبری مذهبی در میان به اصطلاح اهل تسنن در اون منطقه و شاید در مناطق دیگه داشته باشند. و نکتهش هم این هستش که شما ناگهان تظاهر اعتراضات جمعه های زاهدان و بلوچستان حقیقتا همواره ادامه داشته و شاید تنها در حالی که الان اعتراضات کمی خاموش شده اون اعتراضات هفتگی ادامه داره و اونها هم بعد از نماز در صورت جمعه هست. از این منظر قابل درک هست، ولی من فکر میکنم که در صد همچین نکته ای نیستش که به دلیل یک رهبر مذهبی بودن مورد اقبال باشن. یعنی نترسیم دیگه آره. دکتر ملکی ببینید، ببینید کاریزمای دینی و غیر دینی به هر حال هر دو یک امر ایمانی و مقدسه. رهبر کاریزماتیک
نقطه منفی برای طرفدارانش نداره، همش مثبت، اثرگذار، نافذ و پیروی بی اختیار در واقع از او راه سعادت. خمینی در ایران تبدیل به رهبری شد با این صفات، هیتلر در آلمان، خیلی از سلاطین در طول تاریخ همینطور. آیا مردم ایران به نقطه از آگاهی و تجربه رسیدن که بت رهبری کاریزماتیک، چه شاه باشه چه رهبر، که اطاعت بیچون و چرا از او عین سعادت باشد، حالا یا از ترس یا از واقعا یا دلخواسته، به هر حال یک الگویی است اون رهبر کاریزماتیک برای منی که حالت تقدس برام داره، میگم چه شاه باشه چه هر کی، چه رهبر باشه چه خامنه ای باشه، اون الگو، آیا من به اون مرحله، من ایرانی به اون مرحله رسیدم؟ با توجه به نظرسنجیاتون میگم، با توجه به کارهایی که کردین روی اینها، تحقیقاتی که کردین، که دیگه مردم برای خودشون یک رهبر کاریزماتیک نتراشن؟ سوال بسیار جالب و قابل خوبی است. من واقعا همین که میفهمید یه نکته است، من قائل هستم که در سطح ما این سه مشخصات فرهنگی داریم، حالا این بحث دیگری است که در حوزه مطالعات فرهنگی میان یک سری ابعاد فرهنگی رو تعریف میکنن که تو جوامع بتونن جوامع رو با هم مقایسه کنن، بهش میگن cultural dimensions، یعنی حالا من ترجمه ابعاد فرهنگی یا شاخصهای فرهنگی، و این جوامع رو به نوعی با این ابعاد فرهنگی میتونن بسنجن که چه شباهتهایی دارن چه تفاوتهایی. مثلا یکی از این بعدهای فرهنگی رو بهش میگن فردگرایی جمعگرایی. در بعضی جوامع فرد اهمیت بیشتری داره، در بعضی جوامع جمع اهمیت بیشتری داره. مثلا جوامعی که بیشتر خانواده گرا هستن، خب مثلا حتی جوامعی مثل جامعه ما، خب اینها به نوعی کمتر فردگرا هستن، یا جامعه غربی رو بیشتر فردگرا میدن. این مشخصات هست. یکی از مشخصاتی که هستش اینکه در صد یک به نوعی شاخصی هست که بهش میگن، شاید حالا ترجمهش رو بشه کرد عظمت گرایی، یا حتی همین کاریزما گرایی رو همیشه در اون دید. بعضی جامعه هستن که در صورت خیلی نگاه عظمت، ستایش عظمت، چیز بزرگ و عظیم رو خیلی به نوعی در فرهنگشون هست، و این در فرهنگ ما هست، در فرهنگ آمریکایی هم هست. اتفاقا شباهت فرهنگ ایران و آمریکا از این جهت هست، یعنی در حتی به نوعی جملات خیلی چیزی هم که میخوان توصیف کنن، اینه که میگن مثلا بزرگ زیباست، قدرتمند زیباست، در حالی که مثلا توی جوامعی که کمتر عظمتگرا هستن، مثل جامعه هلند، به قول معروف میگن کوچک زیباست، یعنی کاملا متفاوت با اون دیدگاه هست. و این رو بعد حالا من مثالاشم برام جالبه، من وقتی واشنگتن اومده بودم مجسمه های عظیم رو که مثلا میدید، مثلا لینکلن وقتی میرید مجسمه یه چیزش رو میبینید، یک عظمت عجیبی هست، چون همچین مجسمه در هیچ جای هلند نمیبینید تقریبا به این شکل، یعنی در این در اون لول ها میدید، یک چیزهای همه مقدار به نوعی کوچکتر و پایینتر و اینهاست، نه فقط به خاطر کوچیکی و بزرگی کشور هاست. میدید این رو حالا میخوام بگم که از این منظر ناکن ایرانی ها در اصل ما در فرهنگ ایرانی رو داریم که در اصل رهبران کاریزماتیک داشتیم، مردم علاقه دارن بهشون، و این هستش که گاهی اوقات هم بله مثل خمینی میشه در تاریخمون داشتیم، و این خطر هست. من قائل هستم که نسل جدیدتر کمتر این حالت رو داره، شورشی تره در برابر این اختلاف مثلا سلسله مراتبی. حتی ناگهان در خانواده هم دیگه مثل گذشته نیست که خانواده قدیم میگفتن به قول معروف جلوی باباش کسی نباید مثلا پاشو دراز میکرد. این روابط شکسته تر شده، میبینید که رابطه ها خیلی راحت تر شده توی نسل جوان، ولی در این حال هنوز من فکر میکنم وجود داره. این یه بخشی از چیزی است که تعصب دارن روی افراد. همین الانش می‌بینیم شخصیت‌هایی هستن که به نوعی مطرح هستن الان به عنوان رهبران سیاسی، بخشی از جامعه می‌بینیم که حتی نتایج نظرسنجی ما نشون میده یه بخشی هستن که بسیار متأسف هستن روی مثلا یک فردی، و وقتی که مثلا انتخاب می‌خوان بکنن یک درصد مشخصی هستن که فقط اون فرد رو انتخاب می‌کنن، کسان دیگر رو به نوعی قبول ندارن. توی همین بحث‌های این روزهایی که در مورد همین بحث شورای همبستگی شکلی یک ائتلافی از اپوزیسیون هستش، خب می‌بینیم یه بخشی از طرفداران مثلا افراد هستن که کاملا ضد به نوعی دیگران هستند و میگن فقط باید یک نفر باشه. اینها وجود داره، ولی من احساسم اینه که در کلیت جامعه بسیار به نوعی ضعیف‌تر شده، این جامعه بیشتر به تکثر قائل هستش. بسیار بسیار ازتون سپاسگزارم. متاسفانه وقتمون به پایان رسید آقای دکتر عمار ملکی، ممنونم که امشب در خدمتتون بودیم. ممنون از دعوت شما. بریم پرده آخر. یک اشاره کنه سیل می‌خوابه. مرحوم آقای خونسادی گفتن حاج آقا سیل اومده تا بالای رودخانه رو گرفته، فیضیه پر شده از آب، میترسیم سیل بیاد تو حرم بی بی، میترسیم قوم و سیل ببره. فرمود منو درشکه سوار کنید ببرید. اولا لب رودخونه
دو تا کلمه دعا خوند، آب دهنش ریخت تو رودخونه و گفت آقا جون یک ساعت بعد دیدیم آب رفت پایین. مرحوم آقای نجفی می‌فرمود که خدمت من خودم دیدم زلزله 8 ریشتر تو قم از زمان من بود، 8 ریشتر همون وقت نماز شب حاج آقا بود، اومد که خدمت تو حرم 8 ریشتر کل قم خراب میگرد. من دیدم خدمت رو عرض کنم امام عصر تو حرم ایستاده لگد زد به زمین گفت اینجا قم ها حرم ماست. ساکت شو. شب و روزگار خوش.